سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من کیوان هستش و خوش اومدیم به کانال خودتون. حدودا یک ماه پیش بود که توی اینستاگرام من یک ویدیو رو نگاه کردم که در مورد تخته احصار ویجی بورد بود، که همون روز اون ویدیو رو استوری کردم و نظرم رو در موردش نوشتم، تا اینکه امروز توی یوتیوب چند تا ویدیو دیگه دیدم که در همین مورد بود و تصمیم گرفتم که این ویدیوها رو داخل کانال بذارم و نظراتم رو در موردشون بگم. حالا میخوایم بریم با هم دیگه این ویدیو رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوام این ویدیو رو نگاه کنیم، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین و این زنگوله کنارش رو حتما فعال کنین و یه لطفه دیگه کنین و حتما کامنت بذارین تا ساب هاتون نریزه. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیو. خب دوستان، دو ویدیوهایی که میخوایم نگاه کنیم در مورد تخته‌های احصار یا همون تخته‌های ویجا هستش که برای احصار ارواح تو همه جای دنیا استفاده میشن. این تخته که تو بالتیمور میریلند سال 1890 اسمگذاری شده، قبلا بعد از اینکه جنگ داخلی تو آمریکا شکل گرفت، مدیوم ها استفاده میکردن که برای اینکه مثلا اشخاصی که اقوامشون فوت کرده با اونا ارتباط برقرار کنن. حالا میخوام در مورد این تخته‌ها یه چیزی بهتون بگم. دوستان ببینید، ما هیچ کدوممون نمیتونیم روح مردگان رو احضار کنیم. روح مرده تو عالم برزخ هستش. وقتی که ما میایم مثلا توی خونمون این تخته رو استفاده میکنیم، اولین جن کافری که ما نزدیک هستش با ما ارتباط برقرار میکنه. مثلا توی خونمون هستیم، جن انبار مکان کافر خونمون، یا توی جنگل هستیم، جنهایی که ما نزدیک هستن. فقط اینو میخوام بهتون بگم، این ویدیوی که الان میخوایم نگاه کنیم حرف من رو برای شما ثابت میکنه. بریم با هم دیگه ویدیو رو نگاه کنیم. خب الان میخوام این ویدیو رو نگاه کنیم دوستان. این ویدیو خیلی جالبه. 11 سال پیش توی یک کانال یوتیوب گذاشته شده، کانالش هم میذارم اونجا برین ببینین. 6,600,000 تا بازدید داشته. یعنی این شخصی که این ویدیو رو گذاشته، یعنی یوتیوبرینا نبوده، این ویدیو واقعا براش اتفاق افتاده که اینو داخل کانالش گذاشته. بریم ویدیو رو ببینیم تا بهتون توضیح بدم. ببینید دوستان چی شده. این خانوم هم نگاه کنین اخبار داره نشون میده، نوشته که با تخته ویجا، همون ویجا، همون تخته ویجا بود منظورشه. این خانوم هم تفکیر شده، یعنی بعد از اینکه اومده این کار انجام داده مثلا ارتباط بگیره تفکیر شده. نگاه کنین، دیدین؟ حالا میریم باز هم موردهای دیگه هست، نگاه کنین این لرزش هایی که داره، قشنگ مشخص جن تسخیرش کرده. خب ویدیو سومو ببینیم. ویدیو سوم بچه ها نگاه کنین، احصار زدن. خب بعد نگاه، دختری او وحشی شد. چشمای دختره نگاه کنین، جن زدگی ها که بهتون نشون میدادم، چشماشو نگاه کنین، لرزشو میبینین، لرزش بدن میبینین، بس ارواحی وجود نداره. خنده هاشو میبینین، خب دوستان ویدیو بعدی رو نگاه کنین. میبینین داره میره رو حروف، داره تکون میخوره. ببینین یه ها تکون خورد، به خاطر همین داره زیر شیشه رو نشون میده. ببینین اینطوری تکون خورد یه دفعه، یه دفعه خود به خود اونوری رفت. پایینش هم شیشه است، یعنی نمیتونیم بگین آهن رو با گذاشتن یه نفر داره اینطوری میکنه، داره اذیتشون میکنه. جنی که اونجا اموال مکانش این خونن دیگه، داره اذیتشون میکنه، سر به سرشون میذاره. خب حالا ویدیو بعدی رو بریم ببینیم. خب ویدیو بعدی هم بازم میبینین اخبار داره نشون میده. چی نوشته؟ نوشته که این دختر بچه داشته با تخته ویجی بورد بازی میکرده، بعدش اینطوری شده.
مثلا اومده احضار اروا کنه. تسخیر شده بچه ها دیگه، تسخیر شده. ببینید قبلا هم گفتم، نگاه کنید قبلا توی ویدیوهای جنگیری میذاشتم میگفتم، ببینید بچه ها تا وقتی که خودتون انگولک میکنید رو ببینید صداش تغییر کرده. تا وقتی که خودتون انگولک نکنید اینا وارد دنیاتون نمیشن، تسخیر و این چیزا. این تخت هم یه راهیه دیگه، به اینا میگی که آقا بیا من اینجا، بیا با من ارتباط برقرار کن. میدونی چی میگم؟ خب دوستان ویدیو بعدی رو نگاه کنید، ژاپنه. افتاده رو زمین هنوز داره تکون مخوره. تخته افتاد رو زمین هنوز هم داره تکون مخوره. چرا؟ ویدیو بعدی مقدار خفنتره که توی مدرسه دانش آموزا اومدن این کار انجام بدن، کلن هر کسی که داشته این کار انجام میداده تسخیر شده. این همه چی به اون جنی که میاد بستگی داره. ببینید یه جنای جن کوچیک قوی داریم، ضعیف هم داریم، مثل سگ میمونه. یه سگ پاکوتا داریم، یه سگ پیت بول داریم. اون قدرت چه قدرتی داره؟ میاد کم برات جا به جا میکنه، وسایل تکون میده، سر صدا ایجاد میکنه، یا اینکه مثل اینا یهو همه رو تسخیر میکنه. میدونی چی میگم؟ نسبت به اون جنی که احضار میشه دیگه چه قدرتی داره، چقدر میتونه اذیتت کنه، چقدر میتونه حضور خودش رو ثابت کنه بهتون. نکنیم این تخته ها رو، نخریم، انجام ندیم. خب دوستان ویدیو بعدی که میخوایم با هم دیگه نگاه کنیم. What? No. No. Oh my God. ببینین داشتن احضار میکردن در یهو باز شد. No. خب ببینید اجنه داره حضور خودش ثابت میکنه بهشون. حالا ببینید این ویدیوها همشون واقعی نیست که، من دارم بهتون نشون میدم، 10 تا ویدیو نشون میدم، یه دونش که دیگه واقعی هستش. میدونید چی میگم؟ یه خودتون تشخیص بدید کدوم واقعی کدوم قلابی. عدد 66 هم نشون داده، ببخشید میگم 666 عدد شیطان نشون داده. بعدش یه جای پنجه افتاده روی بدن پسره. ویدیوی بعدی رو نگاه کنیم ببینیم چیه. ببینید روی زمینه، میتونه اونو با نخ بسته باشه ولی نه دیگه داره خودش تکون میخوره بچه. ویدیو رو نگیدم داره تکون این مرمر داره میگه. چی میگه؟ بذاریم من معنیش کنم. روح یه روح گفته که من یه روح 36 سالم که با اسلحه مردم. دختره واسه این که مطمئن شه که اون چیزی که اومده روحه بهش میگه بگو بوم، یعنی بنویس بوم. خب دوستان این ویدیو رو هم نگاه کنین ببینین اینم دقیقا تسخیر شده. ببینید جم بوده با همین تخته انجام داده. ببین چی میگه خانمه، میگه دوربین رو نگاه کن. حالا من زیرنویس ترکیه.
حالا ببینید چی میگه. گدیارم او جهنمه گیدجک. میگه میرم اون به جهنم باید بره. خب کلام جمله رو ببینید. Kamila'nın içindeki ruh bir süre sonra bazı mesajlar vermeye başlıyordu. ببینید خود این یوتیوبر ترکی که اینو گذاشته فکر کرده که داره خدا رو میگه. دختری که جن زده شده میگه بابام اونی نیچینگریار، میگه پدرم به خاطر همون داره میاد. توی ویدیوی جنگیری که من میذاشتم، همون جنگیری معروفی که همه تون دیدین، دختر آذربایجانی که جنگیری میشه میگه من نمیتونم از این بدن برم بیرون. اون جنگیری میگه چرا؟ میگه پدرم نمیذاره، پدرانمون نمیذارن. پدر منظورشون کیه؟ جنها به شیطان پدر میگن، شیطان رو جد خودشون پدرشون میدونن و به شیطان خدا نمیگن. چرا؟ چون میدونن خدا وجود داره. جنها میگن شیطان جنه، ما اونو قبول داریم، جنهای کافر رو داریم میگیم ما. حتی اینجا حالا این زیر نویسه طرف فکر میکنه داره خدا رو میگه، میگه بابام به خاطر همون داره میاد. خب حالا این جنی که این دختر تسخیر کرده کافره و داره در مورد شیطان صحبت میکنه، به خاطر همین من مطمئنم که اون چیزی که میاد و تأثیر میذاره رو کسایی که دارن با این تخت ویژه بردا کار میکنن جن هستش و جنهای کافر هستش. توی اسپانیا این اتفاق افتاده. اینم یه ویدیو دیگه از دوستان، دارن بازی میکنن، جب میگیرشون میان میشینن چیکار میکنن با تخت ویژه بردا بازی میکنن. چی خیلی در؟ ماما همیشه Oh my god! Didn't you hear that? No! Mama! Oh my god! بس Oh! Holy Shut the up! فکرم تسکرش کرد. آره تسکرش کرد. فهمیدی؟ خب دوستان اینم آخرین ویدیو، نگاه کنیم. داره تخته خود به خود تکون میخوره. حالا واقعی را ساختگی بودنش فکر نکنم واقعی باشه، ولی من این ویدیو رو برای چی درست کردم برای شما ببینید. از این تسخیرهایی که دیدیم 10 تا دیدیم و این 10 تاش حداقل یه دونش که واقعی بود، خواستم اختار بدم به کسایی که میان این تختر استفاده میکنن. خب دوستان این ویدیو هم به پایان رسید، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسین. آرزو میکنم که هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.